الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. از جمله اذکار و دعاهایی که شرع مبین اسلام مسلمان را موظف به آنها نموده است اذکار صبح و شام می باشد، بلکه می توان گفت بیشترین اذکار مربوط به همین دو وقت بوده که تأکید و تشویق بیشتر به خواندن آنها شده است، چنان که الله سبحانه و تعالی می فرماید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أي كساني كي إيمان آورده إيد الله سبحانه وتعالى را بسيار ياد بكنيد وصبح وشام را تسبيح بقويد. همچنين الله سبحانه وتعالى مفرمويات واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. و پروردگارت را بسیار یاد کن، شامگاهان و صبحگاهان او را تسبیح بگو. و الله سبحانه و تعالی در دیگر جای می فرماید و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، و پس از طلوع خورشید و پس از غروب آن به ستایش پروردگارت تسبیح بگو. همچنین می فرماید فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، پس الله سبحانه و تعالی را تسبیح بگویید هنگامی که شام میکنید و هنگامی که صبح میکنید. عزیزان گرامی، در این باره آیات زیادی وجود دارد. بهترین وقت اذکار صبح بعد از نماز فجر تا قبل از طلوع خورشید میباشد، و بهترین وقت اذکار شام فاصله بین نماز عصر تا غروب خورشید میباشد. البته اگر کسی در این اوقات فراموش کرد مشکلی ندارد، اذکار صبح را می تواند بعد از طلوع خورشید هم بخواند و اذکار شام را می تواند بعد از غروب خورشید هم بخواند، چرا که در این باره چندان محدودیتی وجود ندارد. هر کس هنگام صبح آیت الکرسی را بخواند تا شب از جن و بلاها محفوظ می ماند، و هر کس شب آن را بخواند تا صبح از جن و بلاها محفوظ می ماند. عزیزان گرامی، فضیلت و فواید آیت الکرسی خیلی زیاد هست. چون نمی خواهم صوت طولانی شود، پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید در خانه ای که آیت الکرسی خوانده شود شیطان از آن خانه فرار می کند و سحر و جادو در آن خانه کار نمی کند. آیت الکرسی پایه و عرش الهی است و هدف از خواندن آن این است که مردم در عبادات خود بجز الله سبحانه و تعالی کسی دیگر را شریک نسازد و به ذلت فرو نرود و روح یکتاپرستی را ایجاد بکند و از بندگی ناروا آزاد شوند. و آیت الکرسی عقلها را بیدار و الهی حقیقی را معرفی می کند و الله دانا و توانا را به مردم می شناسد.